سلام امروز روز 17 اکتبر 2016 یک روز پاییزی زیبا در بزرگ شهر تورنتو است به دلیل اینکه مسئله ارتباط دیپلماتیک بین ایران و کانادا امروز مسئله بسیار بسیار حساس و بحث و گفتگوی جامعه ایرانی در کانادا می باشد لازم دونستم روایتی را از آنچه که من بخشی از آن را در جریان بودم به اطلاع برسونم این روایت تنها به صحبت‌های من مشخص با مقامات زیربط می باشد و ترجیح می دم در مورد نظر دیگران حاضر در این جلسات صحبتی نکنم و خود را در معرض قضاوت و یا روایت نادرست قرار ندم تا اونجایی که حافظه من یاری می کند رابطه دیپلماتیک بین ایران و کانادا در سالهای 1956 57 برقرار شد یعنی حدود 60 سال قبل طی این 60 سال به نظر من مهمترین حادثه بستن سفارت و قطع رابطه دیپلماتیک بین ایران و کانادا در 7 سپتامبر 2012 بوده است در 12 سپتامبر 2012 من دعوتنامه از دفتر آقای نخست وزیر هارپر به دستم رسید برای شرکت در جلسه در روز 18 سپتامبر در دفتر ایشون و با توجه به اینکه این اولین جلسه ای بود که به نظر من طی 30 و چند سال اقامت ایرانیان در کانادا امکان مذاکره و صحبت با آقای نخست وزیر بود بسیار بسیار حائز اهمیت بود تا اونجایی که به جزئیات این مسئله میتونم اشاره بکنم به نظر من لازم هستش برای اینکه یه مقداری در قضاوت ها به نظر من یاری و کمک خواهد کرد که درست انجام بشه در روز 18 سپتامبر ابتدا جلسه نهار با اعضای کمیته کمیسیون خارجی دولت فدرال داشتیم که در این جلسه آقای اندرو ساکسون ام پی از نماینده مجلس از بریتیش کولومبیا آقای کوساس منکدیز از ریچمون هیل آقای دین الیسون از نیاگارای وست و آقای جان وستون از بریتیش کولومبیا و ونکوور تشریف داشتند که آقای جان وستون در حقیقت لیازیون دولت فدرال با کامیونیتی ایرانی بودند و توی جلسه نهار بسیار بسیار صحبت های کلی مطرح شد بعد از جلسه به مدت یک ساعت در دفتر آقای جیسن کنی وزیر ایمیگریشن حضور پیدا کردیم و بحث کلی راجع به مسائل روابط کانادا و ایران اتفاق افتاد و دوستان حاضر در جلسه نظرات خودشون اعلام کردند به این عنوان که برار اون چیزی که برای جامعه ایرانی در کانادا مهم هستش و پیشنهادهایی که به دولت داشتن از نظر بهبود این شرایط مطرح شد بعد از این جلسه ما رو دعوت کردم به جلسه رسمی پارلمان که در حقیقت ساعت سوال جواب بود و طی این جلسه ما برار شاهد این بودیم که بحث دموکراتیک در پارلمان کانادا چگونه انجام میشه برای ساعت 3 بعد از ظهر ما جلسه رو در دفتر آقای هارپر شروع کردیم حاضرین در جلسه با آقای هارپر شخص نخست وزیر آقای هارپر بعد آقای جیسن کنی وزیر ایمیگریشن آقای جامبرد وزیر امور خارجه و آقای جان وستون باز ام پی از بریتیش کولومبیای ونکوور حضور داشتن از اعضای کامیونیتی ایرانی حاضر در جلسه چند نفر از دوستان از ونکوور بودن آقای مهداد رهبر آقای اسکندرپور و آقای خانم نازنین افشینجم و آقای فرید روحانی از مونترال آقای مهداد امیری و از تورنتو آقای فرخ زندی و بنده در ضمن آقای مایکل پارسان به عنوان یکی از اعضای فعال حزب کنسرواتیو و کاندیدای دوره قبلی انتخابات از ناحیه ریچمولدیل تشریف داشتند توی این جلسه آقای هارپر به تک تک حاضرین جلسه فرصت دادن که نظرات خودشون رو راجع به بحث بستن سفارت مطرح بکنن و به هر حال همونجوری که عرض کردم من در مورد روایت کردن صحبت دیگران تا
ترجیح میدم که وارد نشم و فقط بحث مربوط به صحبت‌های خودم و آقای نخست وزیر رو تو این جلسه مطرح بکنم. ضمن تشکر از ایشون که این فرصت رو به چند نفر از اعضای کامیونیتی ایرانی دادن بسیار تشکر کردم، در زمینی که اظهار کردم که من نماینده هیچ گروه سیاسی و غیر سیاسی نیستم و آنچه که صحبت میکنم نظرات شخصی خودم هست و از اینکه من دعوت کردن فکر میکنم به خاطر فعالیت‌های کامیونیتی من بوده که بسیار بسیار متشکرم. و رو کردم با آقای جان برد و از ایشون پرسیدم آقای برد ممکنه بفهمید که آیا دلیل اصلی که شما این تصمیم رو گرفتین چیست؟ چون به نظر من مواردی که شما در این بیانیه اظهار کردید از نظر من 31-32 سال ازش گذشته و فکر میکنم دلیل اصلی همه ما ایرانیان حاضر در این جلسه هم اونا بوده. بنابراین اگه اتفاق جدیدی افتاده ما رو در جریان بذاریم و خیلی خوشحال میشدیم که قبل از اینکه این تصمیم گرفته بشه با کامیونیتی یک مشورتی میشد. آقای هارپور در پاسخ سوال من فرمودن که ما نگران امنیت اعضای سفارت کانادا در ایران بودیم. به عرض ایشون رسوندم که حدود یک سال قبل در جلسه با آقای جیسن کنی زمانی که برای سفارت انگلیس اتفاق افتاده بود ایشون هم من پرسیدن که اگه این اتفاق برای سفارت کانادا بیفته ما چه باید بکنیم. به عرضشون رسوندم به نظر من این اتفاق هرگز برای سفارت کانادا نمیفته، چون با اطلاعات ناقص من از مسائل سیاسی در ایران ما گروه های ضد آمریکایی و انگلیسی داریم ولی تا اونجایی که من میدونم گروه های سیاسی ضد کانادا نداریم، بنابراین خیلی بعید میدونم این اتفاق بیفته. و در ادامه صحبتم به آقای خارپر عرض کردم که جناب نخست وزیر من نظرات سه تا از سفرهای سابق دولت کانادا آقای کن تیلر، آقای میشل دسالبری و آقای جان مندی رو که همگی ما با این تصمیم شما موافق نبودن رو خوندم و با اونها هم عقیده هستم و همون جوری که خودتون استعضا دارین فقط یک کشور تو این در دنیا شما رو در این قضیه حمایت کرد و فکر میکنم که شاید این یک نشانه ایست که زیاد این تصمیم شما مورد تایید نبوده. ایشون در پاسخ گفتن که بله حتی دوستان امریکایی ما به من ایراد گرفتن که بهتر بود که ما این کار رو نمی کردیم، در حالی که نه امریکا نه انگلیس تو ایران سفارتشون فعال نیست، ما بایستی در اونجا میموندیم. در ادامه صحبت آقای هارپر ضمن این که خیلی تقدیر کردن از موفقیت جامعه ایرانی در کانادا که در بخش های بیزینس و ریسرچ و تحصیلات موفق بودن و بسیار بسیار به این موضوع اهمیت دادن و به عنوان یک کامیونیتی بسیار موفق ازش یاد کردن. به عرضشون رسوندم که آقای نخست وزیر من قبل از اینکه بیام به کانادا تو دو سه کشور دنیا زندگی کردم و تصمیم گرفتم بیام کانادا و از این تصمیمم بسیار بسیار راضی هستم، چون به نظر من اگر کسی قرار بشه در کشور مادرزادی خودش زندگی نکنه کانادا بهترین کشور دنیاست و اون وجهی کانادا به عنوان یک کشور صلح طلب داره ارزش فوق‌العاده‌ای برای من داره و من فکر کنم که جناب علی به عنوان نخست وزیر و من به عنوان یک شهروند معمولی وظیفه داریم که این ذهنیت و این تصور رو از کانادا در دنیا رو حفظ بکنیم به عنوان یک کشور صلح طلب. در آخر جلسه آقای نخست وزیر ازشون تقاضا کردم که برای اینکه یک هماهنگی شده باشه در گزارشی که به کامیونیتی داده میشه، چون اون جلسه رسمی اعلام نشده بود تا اون موقع، اگر اجازه بدن تا زمانی که بیانیه این جلسه از دفتر آقای نخست وزیر اعلام نشه هیچکدوم از حاضرین در جلسه با مطبوعات صحبتی نکنن. این تصمیم قطعی شد و ایشون هم گفتن همین کارو میکنن. بعد از جلسه هم به دفتر خصوصی ایشون رفتیم و با همگی عکس انداختن که عکسام هم در مطبوعات همراه با بیانیه ایشون منتشر شد.
فردای اون روز که من در تورنتو بودم صبح یکی از دوستان از یکی از هفته نامه ها به من زنگ زدن و سوال کردن در مورد جزئیات جلسه که به عرضشون رسوندم که متاسفانه هنوز بیانیه آقای نخست وزیر بیرون نیامده و ما اجازه مصاحبه و صحبت راجع به این جلسه نداریم. ایشون گفتن که یکی از آقایون گزارش مفصلی راجع به این جلسه داده که برای من خیلی تعجب آور بود که اون شخصی که این گزارش رو داده اصلا تو جلسه نبوده. به هر حال این جزئیات این مذاکرات و این جلسه به صورت مسکوت باقی ماند و هرگز در مطبوعات داخل تورنتو مطرح نشد در مورد جزئیاتش، تا اینکه مثلا حدود فکر کنم یک سال یا دو سال بعدش نشریه پرنیان که در مونترال منتشر میشد با من یه مصاحبه کوتاه کرد و یه مقاله هم در ارتباط با این قضیه نوشتن که بخشی از این صحبت‌های من اونجا منتشر شد. مطلب جالب برای من اینه که حدود یک سال بعدش در دهم می 2013 من دعوت شدم به یه جلسه شامی در ماک سنتر. ماک سنتر مرکز مطالعات بین‌المللی دانشگاه تورنتو هستش و سر میز که برای شام نشسته بودیم چند نفر از دوستان معروف به اصطلاح فعال کامیونیتی تشریف داشتن. آقای دکتر جان بگلو تشریف داشتن، عرض کنم که آقای دکتر اخوان و آقای مهداد آریان نژاد و همینطور آقای جفری ایسو چیف آف پولیتیکال ان اکونومیکال افیر سفارت امریکا و آقای دانیل مکس موری که اشاره کردن که ایشون آخرین فرست سکرتری دیپلماتیک سفارت کانادا در ایران بودن قبل از بسته شدن سفارت. برای من خیلی جالب بود که ایشون اونجا دیدم و ازشون سوال کردم که من در جلسه با آقای هارپر حضور داشتم و ایشون اشاره کردن به نگرانی شما از نظر امنیتتون، میشه خواهش کنم برای من یک توضیح بدین؟ ایشون فرمودن که من دو تا بچه کوچیک دارم و متاسفانه شبها جلوی خونه ما تظاهرات خیلی گسترده بود و ما رو خیلی نگران کرده بود. عرض کردم که شما کدوم طرف های تهران زندگی میکردید؟ فرمودن که نیاوران. خب عرض کردم که کجای نیاوران؟ ایشون گفتن مگه شما آشنا هستین؟ گفتم بله تا یه حدود زیادی چون قبلا منزل منم همونجا بود. گفتن که در خیابان یاسمن. عرض کردم که یاسمن شرقی؟ ایشون فرمودن بله چطور مگه؟ گفتم برای اینکه اون قسمت خیابون بنبسته و یکی از دوستای قدیمی من اونجا انتهای اون خیابون زندگی میکنه که من هر وقت میرم ایران همیشه با هم یه نشستی و یه شامی در خدمت ایشون هستیم. بعد بنابراین باعث منزل شما نزدیک منزل آقای کروبی بوده باشه. ایشون گفتم بله بله دقیقا من همسایه آقای کروبی بودم. بعد به عرضشون رسوندم که من فکر کنم که اون تظاهرات برای آقای کروبی بوده و فکر نمی کنم که کسی قصد سوی نسبت به شما داشته باشه. و این برای من خیلی جالب بود این صحبت و این اتفاقی که افتاد. به هر حال من در خاتمه صحبتم اشاره می کنم به یه جمله ای که آقای جان ماندی آخرین سفیر کانادا صحبت کرده بود. گفته بودن که آقای نخست وزیر ایران را به دلایل مختلفی چون حمایت از بشار اسد، نقص حقوق بشر، برنامه تحریک آمیز هسته‌ای و تهدید بر علیه اسرائیل تهدید بزرگی می‌داند و سفارت خود را در ایران می‌بندد. اما همه اینها در واقع دلایل اصلی ما برای ماندن هستند. همونجوری که بین خیلی از کشورها با وجود که جنگ هست سفارتخانه‌های خودشون رو نمی‌بندند. به طور مثال 8 سال جنگ ایران و عراق هرگز سفارتخونه ها بسته نشد. سفارتخونه ها بازم برای که جایگاهی برای صحبت و دیالوگ باقی بمونه بستن مشکل فراوانی رو به وجود میاره. توجه بکنیم سال 1956 و 57 که ایران روابط دیپلماتیک خودش رو با کانادا شروع کرد، فکر نمی کنم حتی یه ایرانی هم در کانادا وجود داشته باشه، می بوده اون موقع. بنابراین تعداد آدمایی با اون نشنالیتی در اون کشور ثالث ربطی به این قرارداد پروتکل بین المللی داشتن سفارت نداره. اون مسائلی هم که مطرح میشه به نظر من خیلیاش معتبر هست و ولیده، ولی تا وقتی که جایی برای گفتگو باقی نمونه هیچ وقت مشکلات حل نمیشه. بنابراین بایستی جامعه ما اینقدر به
به درجه از بلوغ رسیده باشه که مسائل شخصی خودمون رو بذاریم کنار و سعی بکنیم که منافع عمومی رو درش ببینیم و مطمئن باشیم که با جای بحث و گفتگو داشتن مشکلات راحت‌تر حل میشه. خیلی ممنون.